سلام و وقت خوش. اینجا استودیو آماج است و من حارث جبران. امروز هم یک قانون از آدرس مجلس نمایندگان تصویب شد. قانون ثبت احوال نفوذ از سوی مجلس نمایندگان در حال به تصویب میرسد که تعداد از نمایندگان این تصویب را سیاسی و مغایر قانون اساسی میدانند. قانون احوال ثبت نفوذ جنجالی ترین قانونی بود که طی یک سال بنابر موارد اختلافی آن مورد تصویب نمایندگان قرار نمی گرفت و بالاخره امروز تصویب شد. و در نخست گزارش از همکارم. تصویب قانون ثبت احوال نفوذ در 7 فصل و 39 ماده پس از دست کم یک سال در مجلس نمایندگان اعتراض شمال از اعضای مجلس را برانگیخت و حتی با برخورد فیزیکی همراه شد. دغه ورته پکار دی که چېرته به څوک راځي به په دې رد کیږي. دغه قانون په نهه دېرش ماده او پنځو دغه کې تصویب دی. اما نزدیک به 50 تن از اعضای دیگر مجلس نمایندگان که به گونه اعتراض به خاطر تصویب این قانون مجلس را ترک کردن میگویند که نصاب برای تصویب قانون ثبت احوال نفوذ پوره نبود و تصویب این قانون از سوی هیئت اداری انگیزه سیاسی داشته است. مخالف هستم و تاکید بر این است که نام یک خامی که در قانون اساسی آمده باید در تذکیره حتما شامل شود. تابیز کافی نیست. به خواست مردم افغانستان آنچه که در قانون اساسی افغانستان تذکر داده شده بود در سند هویت انعکاس پیدا میکرد که با تاسف با وجود که نصاب نبود امروز اعلان کردن که قانون تصویب شده است. ما به می دلیل اعتراض کردیم و همچنان خواهان ازی هستیم که در رای گیری مجدد قانون تجدید نظر صورت بگیرد. لمان کاملا استبدادی تصویب میشه. شما دیدین که 135 نفر وکلا حاضر بودن و ما 50 نفر در اینجا اعتراض کردیم. به این خاطر رای گیری که امروز صورت گرفته در غیاب تعداد قابل ملاحظه از نمایندگان در صورت که نصاب هم موجود نبوده رای گیری نمیتونه قانونی باشه. ما امیدوار هستیم که با مسائل قانونی برخورد سیاسی صورت نگیره. اصلی هم برخی از اعضای مجلس نمایندگان رئیس مجلس و بخشی از کارکرد این نهاد را آمیخته با فساد میدانند. این بار نیز دیده میشود که با نزدیک شدن جرگه حکومت امتیازات بیشتری را در اختیار رئیس ولایتی جرگه قرار داده که مقرری برادرشان به صفت والی یکی از ولایات از تازه ترین امتیازات است. گیله کردن از آمریکا که چرا آمریکایی کار میکنه، پایگاه نظامی رو چرا با ما نمیده، چرا پاکستان ما رو میکشه، چرا طالبایی کار میکنه، چرا فلانی کار میکنه، چرا پیمان استراتژیکی امضا میشه، چرا فلان میشه، چرا وزیری کار میکنه، چرا نرخ ها بالاست، این حرفای ما چه معنا داره؟ وقتی خود ما در اینجا با هزار فسق و فساد آغشته باشیم. یکی از اعتراض های جدی نمایندگان معترض به خاطر تصویب قانون ثبت احوال نفوذ نام نبردن اقوام در شناسنامه های برقی دانسته می شود. این نمایندگان هشدار می دهند تا زمانی که نام اقوام در شناسنامه های برقی نوشته نشود به اعتراض مدنیشان ادامه می دهند و نیز این قانون را نمی پذیرند. تماشاگر آماج از یک استند و تحلیل دیدگاه با مهمانانم شاگل رضایی عضو مجلس نمایندگان و همچنان هیله ارشاد عضو مجلس نمایندگان. مهمانان عزیز به بحث امشب آماج خیلی خوش آمدین. نخست با شما خانم رضایی، طرح مسوده قانون ثبت احوال نفوذ از دیر زمان است که در مجلس نمایندگان سرگردان است و به گونه‌ای هم کشمکش در میان مجلس ایجاد کرده بود. بالاخره چند ماده ازی که فوق‌العاده اختلاف‌زا بود چند پیش تصویب شد و امروز قانون به صورت کلی تصویب شد از آدرس مجلس نمایندگان. حالا پرسش اینجاست که با کدام میکانیزم و با کدام ساختار مشخص امروز اعضای مجلس نمایندگان توانستند که قانون را تصویب کنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و همچنین مهمانی برنامه و بیننده های محترم. ما برداشت میه که قانون امروز تصویب نشد، برعکس. به خاطر چی که اگر چه سوال باید هیئت اداری پارلمان جواب بده که در جریان رای گیری چند نفر حاضر بوده و از جمله حاضرین در مجلس، چون فیصله های مجلس نمایندگان در قانون اساسی به صراحت ذکر شده که در کدام به چه مقدار تصامیمی که ولسی جرگه افغانستان میگیره در مطابقت با قانون اساسی به اساس فیصله اکثریت صورت میگیره. اول نصاب جلسه با حضور اکثریت اعضای مجلس به تکمیل میرسه. در صورت موجودیت نصاب فیصله به اساس اکثریت مجلس صورت میگیره. جریانی را که امروز مشاهده بودیم این بود که قرار بود رئیس مجلس که آقای یاسینی صاحب در رأس جلسه قرار داشت موضوع را بگذاره به رای گیری. اما در پیش از اینکه به رای گیری بره موضوع، یک تعداد از دوستا کارت سرخ را به رسم اعتراض بلند کردند. در اصول
مسئول وظایف داخلی قیده که در صورتی که اعتراض صورت میگیره فرد اعتراض کننده حق داره که وقت بگیره از رئیس مجلس و اعتراض اصولی خود را بیان کنه. بدون وقت دادن به اعتراض ها که کارت سرخ نشان از اعتراض اصولیه که تعداد زیاد افراد و اشخاص در درون مجلس خواهان بحث بیشتر روی زی قانون بودند. بدون اینکه فرصت بحث داده شود، بدون اینکه حتی یک فرد در مورد اظهار نظر کنه، با وجود سر و صداها و تشنجی که در مجلس به وجود آمد و تعداد زیاد خواهان بحث بیشتر روی زی قانون بود پیش از رای گیری، اصولا وقتی که اعتراض صورت میگیره باید به طرف رای گیری نره. ریاست مجلس بنا به ضعفی که متاسفانه در هیئت اداری در اکثر موارد وجود داره و کنترل جلسات را نمیتونه دقیق پیش ببره، بدون در نظر داشت اعتراضات و بدون در نظر داشت کارتای سرخ که از آدرس وکلا بلند شد، دمی زمان رفتن به طرف رای گیری. با تحکمی که در جریان رای گیری صورت گرفت، تعداد قابل ملاحظه اعضای مجلس را ترک گفتن. بناهن در حالت ترک گفتن اعضای مجلس نصاب در مجلس باقی نماند. حالا خانم رضایی مشخصا کاری که باید از مجلس نمایندگان میشد شد. هیئت اداری این مسوده و طرح مسوده را به عنوان یک قانون نافذ اعلام کردند و مشخصا اشخاص افراد و تعداد از نماینده های محترمی که اعتراض کردند و کارت سرخ هم بلند کردند، مدیریت این جلسه را هم به دست یاسینی صاحب بود. چرا وقت ندادن برای مشکلی که در حیات داری؟ من برداشتم اینه که پارلمان جای بحث و مباحثه، یکی قانون زودتر به تصویب برسه سر از این شک وجود نداره، چون ما بخوایم یا نخواهیم انتخابات پیشرو وجود داره. در انتخابات پیشرو خوب بود که به اساس توزیع تذکره الکترونیکی افراد واجد شرایط میرفتن پای صندوق های رای، که متاسفانه فرصت زمانی را میسر نشد. دولت افغانستان آمادگی زیر نتونست نشان بده که پیش از انتخابات توزیع تذکره الکترونیکی یک امر ضروری بود که نشد. در هر مرحله ما طرفدار تصویب قانون هستیم، اما در هر قانون وقت بحث تحکم در میان آمد و هیئت اداری مدیریت لازمی را که در جریان مجلس باید داشته باشند نداشت، در اون صورت مجلس میره به طرف تشنج. حالا مشخصا طبق اصول وظایف داخلی مجلس حق هر کس از وقتی که اعتراض میکنه وقت بگیره و اعتراض که داره او را بر تمام آشکار بسازه. این وقت را چرا ندادن؟ به همین دلیله که بحث توسط معترضین بحث سیاسی تصویب شدن قانون مطرح شده. یعنی ما میخوایم بگویم که وقتی فرصت داده میشه پارلمان جای مباحثه هیئت اداری مطابق اصول وظایف داخلی وظیفه داره که اعتراضات اعضای مجلس نمایندگان را بشنوه. این اعتراض خواخل یک اعتراض بجای ها یک اعتراض بیموریده. در هر حالت چیزی که مهمه، تا وقت که یک کس اعتراض خود بیان نکرده هیئت اداری پیش از بیان اعتراض نمیتونه قضاوتی از پیش داشته باشه که حالا چطور مشخصا هیئت اداری قضاوت را کردن با اینکه اعتراض شما را هم گوش نکردن؟ ما برداشتم اینه که ضعف در هیئت اداری مجلسه، که این ضعف ناشی از چی است؟ ضعف در هیئت اداری نه تنها امروز بلکه در جریان حداقل دو سال گذشته ما بار شاهد بودیم، ولی در این قانون ممکنه من حدس میزنم که شاید یک مقدار دیدگاه خود هیئت اداری در رابطه با این قانون و علاقمندی که هیئت اداری در یک قسمت قانون داشته بوده با توجه به یک به اعتراضات گوش داده نشود، این حدس و گمان ها را بیشتر می سازه و باعث از این میشه که مجلس به طرف تشنج بره. ولی برداشت میه که این که هیئت اداری وظیفه داره که پیش از هر رای گیری اعلان کنه که نصاب مجلس چقدره و از اعضای موجود در اعضای حاضر در جلسه به قانون مشخص یا با ماده مشخص چند نفر رای موافق داد، که متاسفانه امروز اولا همین فرصت بحث به اعضای مجلس داده نشد با وجود کارتای سرخ، ثانیا این که اعلان نشد و در قدم بعدی در صورتی که یک تعداد قابل ملاحظه اعضای مجلس با می برخورد که هیئت اداری انجام گرفت که هیچ گونه بحث را اجازه نداد، مجلس را ترک گفت، دوباره این را به عنوان یک قانون تصویب شده اعلان کرد. ما برداشتم اینه که هیئت اداری پاسخ بده که وقتی قانون را تصویب شده اعلان میکنه، این قانون تصویب شده در مطابقت با قانون اساسی یک سری معیارات را داره. اول نصاب مجلس شرطه، دوم در درون نصاب مجلس به اساس ماده صراحت قانون اساسی افغانستان، قانون اساسی افغانستان فیصله های مجلس را زمانی به رسمیت میشناسه که اکثریت اعضای حاضر در جلسه باید مصوبه رای بده، که متاسفانه امروز شرایط را اصلا اجازه نداد که مهیا شود. گذارم و ادامه این تحلیل تا لحظات دیگر. تا
تماشاگر آماج از یک هستین. خانم ارشاد، یک سری از نگرانی های از آدرس نماینده هایی که امروز تالار را ترک کردن افاده میشه و ارائه میشه، این که طبق اصول وظایف داخلی وقتی که اونا حقشان است، وقتی که شاکی هستن از یک مورد باید بخیزن ابراز نظر داشته باشن و همچنان مطابق با قانون اساسی و مطابق با ارزش های دیگر کس باید نصاب پوره باشد و اعتراضی که اینا دارن نصاب هم پوره نبوده طبق همو وظایف داخلی و طبق اصول وظایف داخلی برای اینا حق هم داده نشده. حالا شما تصویب این قانون را از نگاه قانونی چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام میکنم به بیننده بسیار محترم تلویزیون یک و مهمان حاضر در برنامه و جناب شما. نصاب در اول پوره بود وقتی که میخواستن که قانون برای گریب بگذارن، اما نصاب شکست. ای که در جریان وقتی که بعضی ها اعتراض دارن، قسمی که خانم رضایی هم میگن، وقتی کارت سرخ بالا میشه هیئت اداری مکلف است که برای وکلا اجازه بتن کار بزنن، اما متاسفانه بعضی از ما وکیل صاحبا کارت سرخ از کارت سرخ سوء استفاده میکنه. یعنی وقتی کارت سرخ کس بلند میکنه باید حتما یا ماده قانون اساسی رو ذکر کنه و یا ماده اصول وظایف داخلی رو ذکر کنه، اما اینجا معلوم نبود که بالاخره می ادعایی که مردم دارن و یا انتقادی که مردم دارن این خلاف اصول وظایف داخلی و یا قانون اساسی بوده یا نبوده، چون برشون وقت داده نشد. دفعتاً موضوع برای گیری گذاشته شد. حالا خانم رضایی میگه که طبق اصول وظایف داخلی حق ما بود. بله، خب امیر با هم میگم که حق هر وکیل است که وقتی که کارت سرخ بالا میکنه باید ماده قانون اساسی یا ماده اصول وظایف داخلی رو ذکر کنه، اما به می حالت نرسید چون وقت داده نشد. هیچ کس نفهمید که می انتقاد وکلای محترم قانونی بود و یا نبود، به این وقت نرسید. یعنی کسی برشان آیت اداری برشان وقت ندادن و قانون به رای گیری گذاشتن. یعنی اول نصاب بود، وقتی که بعضی وکیل صاحبا شاکی شدن و انتقاد داشتن و راضی نبودن به فیصله مجلس، خواستن که مجلس ترک کنن و دمی جریان یک رای گیری صورت گرفته که فعلا هیچ کس نمیفهمه که آیا نصاب بوده و یا نبوده و یگان رای حل از ایست که باید هیئت محترم اداری برگرده به آرشیف و وجه ببینه و باید تمام تعداد وکیل صاحبا رو حساب کنه و تعداد رای دهندگان و تعداد کسایی که از مجلس خارج شدن اونا رو هم باید حساب کنه. حالا خانم ارشاد، مشخصا سرنوشت این قانون معلوم شد و تمام فهمیدن و از آدرس مجلس نمایندگان تصویب شده اعلام شد. مجلس نمایندگان وقتی که رئیس به امروزی مجلس ادعا کردن که قانون تصویب شده است، 100% وظیفه شان است، مکلفیت شان است که باید برگردن با آرشیف. اگر نصاب بوده و تعداد کارت سبز به اندازه‌ای که نصاب تعیین شده بوده، اگر کارت سبز بوده بنان قانون تصویب شده حساب میشه، اما اگر نبوده اینجا باز هیئت اداری متهم هستند که چرا فیصله. خب حالا مشخصا خانم رضایی میگن که اشخاص افرادی که به رسم اعتراض تالار و مجلس ترک کردن بعد از اون نصاب پوره نبود. گفتم نصاب شکست بعد از اول نصاب شکست، پس جایگاه قانونی تصویبی که تصویب قانون ثبت احوال نفوذ به کجا است؟ ببینین اگر شما پس به آرشیف خود مراجعه کنین، وقتی که رای گیری شد، اعلان رای گیری شد، تقریبا زیادتر مردم کارتای سبز خود بالا کرد، یک تعداد مردم برخواستن. فعلا هم یک تعداد که مجلس ترک کردن و نصاب شکستاندن تعدادشان معلوم نیست و یه از مکلفیات های اساسی هیئت اداری است که باید به آرشیف بر بگردن و قسم خانم رضایی هم میگه ما هم دیدیم که یک تعداد زیاد خانم رشد. حالا هیئت اداری میتونستن وقایع کنن از چنین مورد؟ پیش از اینکه قانون را تصویب شده اعلام میکردن یک بار میدیدن که مجلس و نصاب تکمیل است که ما این قانون از نگاه قانونی تصویب شده اعلام کنیم یا خیر؟ اونا میتونستن اینمی وضعیت رو وقایع کنن و همی تنش که ایجاد چه دیره وقایع بکنن؟ بزم اونا تکمیل بود نصاب متا، بزم بسیاری از وکیل صاحبا تکمیل نبود، یگانه راه حلش برگشت. حالا مشخصا امو زمه که شما میگین هیئت اداری داره چی است؟ امی بوده که اونا قانون تصویب شده اعلان کردن. اینال وقتی که انتقاد موجود است، وقتی که وکلای محترم انتقاد دارن، یگانه راه حلش برگشت به آرشیف است که من مطمئن هستم که امروز باید کار کرده باشن هیئت اداری و فردا باید نتیجه اعلان کنن که وقتی که در آرشیف به آرشیف مراجعه کردن نتیجه چی بوده. سپاسگزارم خانم رضا. یکی از مواردی که خانم ارشاد هم عنوان کردن این بود که بعضی از وکلای محترم سوء استفاده از کارت سرخ که در دست دارن میکنن و همچنان یکی از موارد، شما فکر نمیکنید طبق اصول وظایف داخلی و ارزش های دیگری که وجود دارد پیش از اینکه تشنج ایجاد شوه باید هیئت اداری نصاب تکمیل دیده و میتونستن که عمیق قانون تصویب شده اعلام کنن؟ ما برداشتم اینه که ما پیشترم گفتم اول وقتی که کسی اعتراض میکنه ممکنه که داد از کارت سرخ استفاده ابزاری کنه، وقت بگیره،
ممکنه ایده پارلمان تکرار میشه. اما این دلیل بر این شده نمیتونه که وقتی یک کارد سرخ بلند میشه هیئت اداری پیش از پیش قضاوت کنه که این می کاردی که بلند شده تانوس حرف خودم نگفته، حتما حرفی که خواهد گفت این حرف مبنای قانونی نخواهد داشت. این قضاوت ذهنی را هیئت اداری از کجا میتونه در بیاره؟ به وجود بیارنه. از این خاطره که باید چانس داده شوه. اگر امی چانس را به اساس کارت سرخ حق اعتراض داده شد، اگر اعتراض اصولی نبود یا کدام ماده خلاف قانون اساسی یا خلاف اصول وظایف داخلی نبود، هیئت اداری همیشه اینم جزء صلاحیتش که میکروفون را قطع کنه. اما متاسفانه هیئت اداری به این مرحله مثل خانم ارشادم پیشتر یادآوری کردن که اصلا هیئت اداری به این مرحله نرساند تا بشنوه که کسی که اعتراض داره واقعا اعتراضش اصولیه یا غیر اصولی. اگر این اعتراض اصولی نبود، به اون صورت هیئت اداری میتونست مایک و میکروفون شخص متذکر را قطع کنه که حتی در این مرحله نرساند که نهایت ضعف هیئت اداری را و نقص اصول وظایف داخلی توسط هیئت اداری بیان کرده. بحث دوم را که ما میخوایم یادآوری کنم، ممکنه در اول جلسه نصاب پوره بوده باشه، ولی با رفتن تعداد قابل ملاحظه اعضای پارلمان و هیئت اداری اعلان نکرد که بعد از اینکه اعضا جلسه ترک گفت، مثلا 126 نفر باقی ماند، از جمع 126 نفر 75 رأی موافق داشت. این چیز را اصلا هیئت اداری اعلان نکرده. اصلا اصول رأی گیری چیه که نصاب در وقت رأی گیری مهمه؟ ممکنه پیش از جلسه نصاب پوره باشه، پیش از رأی گیری. شما بار در پارلمان افغانستان شاهد هستید که ساعت 10 نصاب جلسه پوره بحث صورت میگیره، ساعت 11 زمانی که میخواد رای گیری صورت بگیره نصاب مجلس وجود نداره. با وجودی که ساعت 10 نصاب تکمیل بوده، ولی در حین رای گیری ساعت 11 باشه، اگر نصاب تکمیل نباشه این جلسه نمیتونه تصویب قانونی قلمداد شوه. عالی، ما موافق هستم با چیزی که خانم ارشاد یادآوری کردن که هیئت اداری رو باید صاف کنه، هیئت اداری باید روشن بسازه که وقتی یک قانون تصویب شده اعلان میکنه، باید اول اعلان کنه که در حین رای گیری چند نفر حاضر بودن. خانم رضایی، حالا مشخصا این قانون تصویب شده اعلام شده و اعتراضی که جمع کثیری از نماینده های مردم دارد، بالاخره سرنوشت این قانون بر فعلا که شما سرش صحبت میکنین چیگونه خواهد بود؟ من فکر نم هیئت اداری در صورت عدم موجودیت ایر باید تثبیت بسازه که نصاب موجود بوده، در حالی که باور تعداد اکثریتیه که با برآمدن یک تعداد قابل ملاحظه اعضای پارلمان عملا نصاب از بین رفت. اینا هیئت اداری اعلان نکرد که بعد از برآمدن واقعا 126 نفر باقی مانده بود یا نبود، که نبود. اینا در این صورت ای به وظیفه هیئت اداریه. اما ای که هیئت اداری بدون اینکه نصاب موجود را اعلان کنه، بدون اینکه حالا خانم رضایی شما مطمئن هستین که نصابی که باید می بود نبود، حالا جایگاه این قانون در کجاست؟ من برداشت میه که قانون در صورت قانون حساب میشه که قانون اساسی افغانستان در ماده 106 مصوبه های مجلس، تصمیمات مجلس را به اساس رأی اکثریت اعضای حاضر در صورت موجودیت نصاب ایر قلمداد کرده. بناهن وقتی اکثریت آرای حاضر مجلس به قانون رأی نداد، در عدم موجودیت نصاب اصلا هیچ فیصله از آدرس پارلمان مشروعیت نداره. اگر نصاب موجود نباشه، باز در صورت عدم موجودیت نصاب هیچ گونه رأی گیری قابل محاسبه نیه، چون رأی گیری زمان مفهوم مییابه که نصاب مجلس تکمیل باشه و مصوبه زمان صورت میگیره که اکثریت اعضای حاضر در جلسه به یک ماده یا به یک قانون رأی موافق بده. که متاسفانه امروز هیئت اداری جریان جلسه را طوری پیش برد که اصلا چی موافقین چی مخالفین، چی موافقین یک ماده چی مخالفین یک ماده، هیچ کدام نفهمیدن که بالاخره امروز در رای گیری چند نفر حاضر بود، آیا نصاب جلسه تکمیل بود، از تعداد اعضای حاضر چند تعداد رای دادن. ما فکر می‌کنم ضعف آشکار هیئت اداری نشان می‌ده، در حالی که در اصول وظایف داخلی واضحا گفته شده که در زمانی که یک عضو مجلس اعتراض داره، اعتراض بدون نوبت با ابراز یک جمله بیان میشه که اعتراض اصولی دارم. زمانی که کارت سرخ بلند شد، بیانگر اعتراض اصولیه و اعتراض اصولی خارج از نوبت باید نوبت داده شود. سپاسگزارم. خانم ارشاد، یکی از مواردی که شدیداً اختلاف‌زا بود و چند ماه پیش هم سر ازی غور شد، از او جمله 4 ماده به تصویب رسید از این قانون ثبت احوال نفوذ، یکی هم درج قومیت در شناسنامه‌های برقی بود که مشخصاً مجلس را به دو طیف مشخص تقسیم کرد و بعضی از نماینده‌ها موافق بودند، بعضی هم مخالف بودند. یکی از موارد شاخص هم همین است. بالاخره سرنوشت ازی یک بار دیگر منجر شد که نماینده‌ها این را ترک کنند مجلس را. قبل از اینکه به سوالتان بپردازم، در قسمت می فیصله هیئت اداری که امروز قانون تصویب شده اعلان کردن، این فیصله غیر قابل برگشت نیست، یعنی این فیصله میتونه که تغییرم کنه. اگر هیئت اداری به آرشیف مراجعه کنه و اگر واقعا نصاب نبوده، فکر نکنین که امروز اگر اعلان شد قانون تصویب شد و باید 100% تصویب شده باشه. وقتی که معترضین وجود می داشته باشه، وقتی که کسی اعتراض میکنه، وظیفه خانم ارشاد وقتی که از
چنین یک نهاد ملی یک قانون تصویب شده اعلام میشه و دوباره برگردان میشه و عقب گرد میکنن، چی را نشان میده؟ هیچ مشکل نداره، چندین بار قسم شده، یعنی در بعض موارد دیگه هم ما انتقاد داشتیم که مثلا نصاب نبوده یا پوره نبوده یا نصاب شکسته. این آیت اداری باید به آرشیو برگرده و این 100% تا فردا ان شاء الله معلوم میشه، که قسمی که خانم رضایی هم گفت اکثریت اعضای مجلس نمیفهمیم. ما امروز امرای ده ها وکیل سایه وار زدیم، بعضی ها میفتن تصویب شد، بعضی ها میفتن نشد. وقتی که این رقم یک شک و تردید وجود داره، این باید ثابت شود، تنها به گفته آیت اداری قانون. حالا خانم ارشاد، وقتی که چنین یک نابسامانی روانی در میان مجلس هم حاکم است، بعضی از نماینده های محترم مردم میگن که تصویب شد، بعضی هم میگن تصویب نشد، بالاخره خود جو مجلس به کدام اراده ای که داشتین را تصویب شده اعلام کردن؟ ببینین، من نمیتونم خطاب کنم که نابسامانی، این چندین بار تکرار شده، یاد بار اول نیست. مثلا نصاب می باشه که بعضی از نماینده ها گفتن این تصویب شد و بعضی هم معتقد بودن که تصویب نشد. هم چنین چیز گفتن که ما خود ما هم نفهمیدیم بالاخره سرنوشت چی شد. به خاطر حل این معضل باید ما به آرشیو بگردیم، یگانه راه حلش است. و این به این معنا نیست، بازم تکرار بگم، که اگر امروز یاسینی صاحب اعلان کرده که قانون تصویب شده و به آرشیو بگردیم و واقعا نصاب نبوده، قانون تصویب پداشته نمیشه. به گفته رئیس مجلس قانون تصویب نمیشه. خانم رضایی چندین دفعه تکرار کرد که در قانون اساسی آمده که اکثریت حاضر مجلس باید رأی موافق داشته باشه تا قانون تصویب شه. یک بخش بود که تاکید می‌خواستم بکنم سر این موضوع. دیگه موضوع درج قومیت بود که واقعا بحث برانگیز بود و مشکل زا بود و اکثر وکیل صاحبا و یا متنای ما می‌خواستن که قومیتشان به روی تذکره درج شه. من شخصا مخالف از این موضوع نیستم که اگر به روی تذکره باشه نباشه، اما از نگاه اصول و پرنسپ، اگر ما شما تمام دنیا رو ببینیم، در هر دنیا وقتی که پاسپورت یا آیدی یا تذکره بر کسی میتن، هیچ وقت در صفحه اولش قومیت و مذهب و این مسائل درج نمی باشه. او در دیتابیس پاسپورت یا آیدی یا تذکره درج می باشه، که سیستم افغانستان هم اونطور بود. در روی تذکره فقط اسم پدر و اسم پدر کلان می آمد و بعض مسائل که بسیار ضروری بود، اما قومیت در دیتابیس وجود داشت. به یک حساب ما طرفدار این موضوع هستیم که باید قومیت 100% درج شود، به خاطر که ما بالاخره بفهمیم در افغانستان امی 14 ملیت مختلف وجود داره، تعداد از اینا چند است. اما استدلال اکثر وکیل صاحبا قسمی بود که وقتی که در دیتابیس وجود داره، ما میتونیم از روی دیتابیس حساب کنیم. بعضی وکیل صاحبا میفتن نه، در روی تذکره هم باشه این موضوع، در روی تذکره درج شود. اما من مخالف شخصا نیستم که روی تذکره درج میشه، اما قدر میتونم بگویم که ما شخصا ما جایی ندیدیم کدام جای آیدی یا تذکره کدام کس را دیده باشم. از یک امریکایی را مثلا که نشته باشم از سان فرانسیسکو استم، یا از یک هندی را نشته کده باشه که من یا سک استم یا به کدام قوم ارتباط دارم، اونا همش در دیتابیس می باشه. خانم ارشاد، یکی از موارد که شدیدا اختلاف زا بود همین درج قومیت در شناسنامه های برقی بود، ولی چند پیش چنین شد که تمام نماینده ها تصمیم گرفتن که به کمیسیون نظارت قانون اساسی بسپارن. حالا بالاخره مکتوبی که گفته می شود امروز با آدرس مجلس نمایندگان مواصلت کرده، نتیجه این مکتوب چی بود؟ در این مکتوب گفته شده بود که خلاف قانون اساسی نیست اگر ما تنها افغان ذکر کنیم، چون که موضوع قومیت در دیتابیس وجود داره. امی موضوع از طرف کمیسیون کنترل و نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم بر ما آمده. وقتی که شما مکتوب دیدین، الان رو خواندین، حتما تحلیل خودم داشتین، ولی اکثریت کل از این اعضای تالار و نماینده های مردم شاکی هستند که ما مکتوب در دسترس ما قرار نگرفت. پیش از اینکه مکتوب بر ما مواصلت کنه و در دسترس ما قرار بگیره، این قانون تصویب شد. نه خیر، این مکتوب مواصلت کرده بود، امروز قرائتم شد از طرف سلجوقی صاحب که نایب دوم مجلس است. سپاسگزارم و ادامه این تحلیل تا لحظات دیگر. تماشاگر آماج از یک هستین. خانم رضایی، یکی از مواردی که من پیشترم ذکر کردم شدیداً اختلافزا بود، همی درج قومیت در شناسنامه های برقی بود و بالاخره در اون روزگار
همه مردم برای موافقت کردن و مخصوصا نماینده مردم که باید کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی روش غور کنه و بررسی کند. و گفته می شود حرفی که خانم ارشاد هم گفت که مکتوبی که از آدرس از اونها مواصلت کرده بودند همچنان به قرائت گرفته شد و تمام نماینده ها به او گوش فرا دادند و از شمار از نماینده ها شاکی هستند که این مکتوب پیش از اینکه به دسترس ما قرار بگیرد قانون تصویب شد. ما میخواییم که ممکنه در جریانی که وقتی اگر آرشیف هم دیده شوه جریان رایگیری امروز اسلحه‌های مختلف زیر سواله. اول بحث دادن توضیح داده نشد، دوم وقتی که شک حتی به میان میه اصول وظایف داخلی پیشنهاد کرده که مراحل رفع شک چگونه صورت میگیره. مثلا رایگیری یک تعداد موافقه که درست بوده، یک تعداد شک داره که درست نیسته، به اون صورت پیش از اینکه نتیجه اعلان شوه به اون صورت هیئت اداری موظفه به طی مراحل بعضی از کارات دیگه، مثلا استاده شوه نماینده های موافق، نماینده های مخالف بنشینه، یعنی پروسیجر مختلف را به خاطر رفع ابهام یا شک در جریان رایگیری در نظر گرفته بعد از اون نتیجه نهایی اعلان میشه. عجله هیئت اداری در اعلان نتیجه رایگیری خودش میرسانه که متاسفانه هیئت اداری امو اصل بی‌طرفی که باید در پروسه قانونگذاری داشته باشن نداشتن. این یک موضوع که من میخواستم یادآوری کنم. بحث دوم اینه که بحث مکتوب در میان آمد، شاید تعداد کسایی که کارد سرخ بلند کردن میخواست مکتوب خوانده شود. شاید ما خودم جزء مجلس بودم، در زمانی که مجلس آرام بود و بحث روی قانون ثبت احوال نفوذ شروع شد اولین مرحله هیئت اداری باید مکتوب را به خوانش میگرفت. حالا متاسفانه هیئت اداری نگرفت، مکتوب به قرائت گرفته شد. هیئت اداری وقتی مکتوب را به قرائت گرفته که ما خودم شخصا نشنیدیم، وقتی هیئت اداری مکتوب را به خوانش گرفته که نصف اعضای جلسه بیرون رفته بوده، در حینی که ترک کردن جلسه، وقتی که جلسه تشنج وظیفه هیئت اداری ای بود که تمام مواد مربوط به این قانون را که کمک میکرد به حل دور از تشنج در درون مجلس خانم روزایی با معذرت دوباره برمیگردیم. اجازه بدین که خانم ارشاد اونجا تشریف داشتن که دقیقا همی مکتوب چی وقت به خانش گرفته شد؟ خانم رضایی درست میگن، وقتی که معترضین در حال برآمدن بودن از طرف رئیس و نایب رئیس چندین بار صدا شد که وکیل صاحب نرین، شما منتظر باشین که مکتوب هم خوانده شوه. دمی حالت بود که معترضین خارج شدن از مجلس. آله سوال سر از اینه که امی قانون امی مکتوب چی کمک میکرد به حل این معضل، چی کمک نمیکرد؟ من حیث یک امانت در هیئت در اختیار هیئت اداری قرار گرفته بود. در هنگام آغاز بحث روی قانون ثبت احوال نفوس هیئت اداری وظیفه داشت که موضوع را که راجع ساخته بود به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، جواب کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را پیش از اینکه حتی اعضای مجلس مطالبه کنه باید به خوانش میگرفت. هیئت اداری را به خوانش نگرفت، چون صحبت برای اعضا هم داده نشد، بنابراین یگانه راه حلی که در اختیار اعضا میماند ترک جلسه بود، به خاطر اینکه با تحکم نمیخواست که قانون به تصویب برسه، یا دیدگاه موافق یا دیدگاه مخالف. بحث سر اینه که بحث خواندن مکتوب را چطور در یک زمان هیئت اداری در نظر میگیره که نصف اعضای مجلس جلسه را ترک کرده، شاید نصف یا کمتر از او باقی مانده، خود از این شک برانگیزه، در حالی که مطابق اصول وظایف داخلی تمام مواد و معلومات مربوط به قانون یا یک بحث در درون مجلس باید در آغاز بحث راه شود. شما دیدین وقتی که بحث قانون تحصیلات عالی بود یا بحث قانون دیگه در مجلس مطرح میشه، تمام مکتوبا و مراجعی که معلومات خواسته شده، این معلومات من حیث یک گزارش توسط رئیس کمیسیون یا توسط یک از اعضای هیئت اداری پیشکش میشه، باز در سایه این معلومات و این مکتوب ها سرنوشت یک قانون تعیین میشه. مکتوب به فراموشی سپرده شد، اصلا یک طرفه گذاشته شد. بعد از اینکه ترک کردن جلسه اعمال فشار، با ترک کردن جلسه اعمال فشار سر هیئت اداری صورت گرفت، هیئت اداری به خاطر اینکه جلسه تشنج‌زا را دوباره به حالت آرامش داشت، اعمال نفوذ از آدرس کی بوده؟ من برداشت میه که اعمال نفوذ اعمال فشار به این معنا که هیئت اداری وظیفه داشت مکتوب را به موقع و بدون ایزی که جلسه به طرف تشنج بره باید میخواند. هیئت اداری نخواند. وقتی هیئت اداری نخواند، بنابراین وقتی جلسه رفت به طرف تشنج، حالا مشخصا کیا اعمال فشار کردن بالای هیئت اداری؟ اعمال فشار از آدرس افراد و اشخاص مشخص صورت نگرفت، بلکه هیئت اداری در جریان جلسه وظیفه داشت که مکتوب را میخواند. وقتی مکتوب خوانده نشد، بنابراین یک قسمت اعضا جلسه ترک گفت، یک قسمت دیگه باقی ماند. وقتی که جلسه به طرف تشنج رفت، حالت تشنج خودش یک فشار سر هیئت اداری مبنی بر ضعف مدیریت هیئت اداری. بنابراین وقتی ضعف مدیریت پیش آمد، هیئت اداری خواست که ضعف مدیریت خود با خواندن مکتوب کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در یک وقت
در یک وقت خیلی نامناسب مثلا مکتوب را به خوانش بگیره، در حالی که نصف اعضا جلسه را ترک میکنه، به این حالت هیئت اداری قرار مکتوب را بخونه. تشنج اصلا در حقیقت یک نوع فشار سر هیئت اداری مبنی بر اینکه هیئت اداری نشان میده که ضعف در مدیریت دارین و ضعف در اداره مجلس. مشکل اساسی در اینه که هیئت اداری بدون اینکه قانون خوانده شود، بدون اینکه مکتوب خوانده شود، بدون اینکه اعتراض کننده ها اعتراض خود بگویه رفتن و اعلان نتیجه سوال برانگیزتر از این قضیه. سپاسگزارم. تذکر دادم که مراحل رفع ابهام طی مراحل صورت نگرفته. وقتی شک و تردید به وجود میاد در جریان رای گیری، هیئت اداری وظیفه داره که را رفع ابهام بکنه، مثل که پیشتر خانم ارشاد یادآوری کرد، اما این مراحل اصلا سپری نشد. سپاسگزارم. خانم ارشاد، طبق وظایف اصول وظایف داخلی، هر زمانی که مجلس نمایندگان روی قانون بحث میکنن، به خاطر اینکه تصویب شود، از هر مرجعی که اونا گزارش میخواین، باید از توسط رئیس کمیسیون و توسط هیئت اداری اول گزارش هایی که مواصلت کرده به مجلس باید به خوانش و قرائت گرفته شود و دوباره میتونن سر عموم مسوده و طرح مسوداتی که در مجلس وجود داره سر از او فکر کنن و هم تصویب کنن. حالا مشخصا وقتی که مکتوبی که از آدرس کمیسیون نظارت بر قانون اساسی است، بر تطبیق قانون اساسی، با آدرس مجلس هم مواصلت کرده، چرا در اولویت بندی کاری و در آجندای اول مجلس قرار نگرفت تا این مکتوب را به خوانش می گرفتن؟ چون یکی از موارد اختلافزا که درج قومیت بود، پاسخش در انزمی مکتوب بود. ببینین، دو حالت داره در قسمت تصویب قانون. وقتی که یک ماده در کمیسیون مشترک رویش بحث میشه و اون اختلافی میباشه و منتظر همچی یک مکتوب میباشیم، اولین کار که میشه باید مکتوب به خوانش گرفته شد و مواد اختلافی هم ذکر شد، مثل که در قانون تسهیلات عالی عین کار شد. خودم مکتوب ها را به خوانش گرفتم، از طرف محکمه و از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بود، بعد مواد اختلافی را ذکر کردم که اینی ماده اختلافی است. اما در اینجا یک حالت دیگه بود، قبلا رای گیری شده بود، قبلا وقتی که رای گیری شد گفتن درج ملیت بر روی تذکره ضرور نیست، دیتابیس باشه، اکثریت کارت سبز بلند کردن و تصویب شد. حالا مشخصا وقتی که رای گیری هم صورت گرفته و بله، تمام چیز هم تصویب شده، بالاخره مکتوب و همین مورد را که با کمیسیون راجع کردن خیلی اجازه بتین برتون میگم. بعد از اینکه تصویب شد، اتفاقا امروز روز ما نصاب ما از حد زیاد بود. وقتی که نصاب از حد زیاد بود، یک تعداد که به رسم اعتراض خیستن، نصاب نشکست. امروز روز تقریبا شاید یک ماه قبل بوده که این ماده قانون تصویب شد که تنها ذکر افغان بودن درست است و ملیت ضرور نیست که در روی تذکره بیاید، در دیتابیس باشه، فیصله شد. بعد وقتی که معترضین وجود داشتن و اونا اعتراض کردن که ما اعتراض داریم، اعتراضشان مبنی بری بود که بر ما وقت بتین، ما امی موضوع را از کمیته تطبیق و نظارت بر قانون اساسی میپرسیم که آیا امی خلاف قانون اساسی است یا نیست که قومیت در روی تذکره بیاید. ای اگه استثناء قائل شده هیئت اداری ایناله، من اینجا یک قسمت که یک کم با حفظ حرمت احترام که به خانم رضایی دارم اختلاف نظر وجود داره. فکر نکنم که هیئت اداری درست است که بسیار، یعنی بازم تکرارم میگم که برای انتقاد وقت ندادن، فکر میکنم که در اینجا اصل بی‌طرفی هیئت اداری مطرح نیست، چون هیئت اداری متن مکتوب رو میفهمیدن. دیروز وقتی که ما جلسه رؤسا داشتیم، وقتی که موضوع قانون ثبت احوال نفوذ داخل آجنده می ساختن، گفتن که مکتوب روان کرده اند کمیسیون، یعنی متن قبلا هیئت اداری بفهمید، معترضین متن نمیفهمید، چون معترضین هم میفهمیدن و قدر علاقه مندی به اون مکتوب نبود، برای که چیز را گفته بودن که نمو رای گیری که کرده. مشخصا یکی از کسایی که اعتراض کرده خانم رضایی است و اینا میگن که ما از امو آران چیز و ماده هایی که درج این مکتوب است ما احوال نداریم. درست است، وقتی که اینا بر آمدن، من براتون قبل هم گفتم مکتوب بخوانش، چون علاقه مندی برش نبود، یک هرج و مرج رخ داد که نیم مخالف شدن و استاد شدن و در اون حالت که هر کس وقتی که حرف میزد که صدای کس هم نمیشین، که حتی گفتم که صدا کردن که وکلای معترض نرین که ما مکتوب میخوانیم برگردین، حتی خانم رضایی نیمی حرف نشنیده، شاید در حالتی بوده که کت کس در حرف زدن یا اصاب آدم وقتی که خراب میشه معلوم دار بعضی چیزها را دادن نمیشته. در حالت چندین دفعه صدا کردن امی یاسینی صاحب، هم سلجوقی صاحب، که امی وکیل بارو بگوین که یک دفعه برگردین که ما مکتوب رو به خانش بگیریم. با چندین دفعه زنگ هم فشار دادن که زنگ مخصوص است که وکلای که در دالیز می باشن صدای زنگ میشنن باید برگردن. کس برنگشت. به فکر ما وکلای که در دالیز بودن، چون از متن مکتوب خبر داشتن، برشان جالبیت نداشت. به این قسمت من نمیتونم هیئت اداری رو سلامت کنم که اصل بی‌طرفی رو حفظ کرده. و ادامه این تحلیل تا لحظاتی دیگر.
تماشاگر آماج از یک هستین. خانم رضایی، اصل بی‌طرفی که شما پیشتر از او عنوان کردین موردی بود که شما گفتین و حرفی که خانم ارشاد معتقد است که سر امی مسئله که شدیداً اختلافزا بود که درج قومیت در شناسنامه‌های برقی بود قبلا رای گیری شده بودن و اکثریت کل هم بر از او رای موافق داده بودن و تعداد معترضینی که جلسه را ترک کردن نصاب هم نشکست. ما یک بار دیگر خواستیم یک امتیاز بدیم، برای خاطر این مورد روان کردیم به کمیسیون تطبیق بر قانون اساسی. از او خاطر و عده زیادی از معترضین هم آگاه بودن از ماهیت نمی مکتوب، از او خاطر جلسه را ترک کردن. و نه، ما میخوایم با تمام احترام به خانم ارشاد، اعصاب کس خراب نبود، به خاطر اینکه بحث قانونگذاری را نمیشه با عصبانیت پیش برد، اما مشکل از این پیش آمد که هیئت اداری مکلف بود، مکتوب موافق نظر ما بود یا مخالف نظر ما، من حق داشتم که مکتوب را بشنوم. به خاطر از یک روی همین اختلاف بود که راجع ساخته شد. وقتی قانون ثبت احوال نفوس روی همین مرجع معطل قرار گذاشته شد و این راجع ساخته شد به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، امروز هم هیچ تغییر به وجود نامد که قانون بدون نظر از اونها باید به تصویب برسید. چی مکتوب موافق نظر ما بود یا مخالف، چی موافق نظر کسایی بود که حالا مشخصاً استدلال که خانم ارشاد دارن که قبلا سر از اینمی مورد رایگیری صورت گرفته بود و تعداد اعضایی که معترض بودن مجلس ترک کردن و نصاب هم نشکست. نه، یک نصاب در جریان ترک مجلس شکست یا نشکست، این هیئت اداری باید روشن بسازه در هر مورد. مشکلی که ما از جریان بحث به می طرف یادآوری کردم اینه که هیئت اداری چی وظیفه داره. هیئت اداری هیچ رتبه بالاتر از اعضای مجلس نداره. هیئت اداری به خاطر اداره مجلس یک سری وظایف به او سپرده شده، از جمله تعیین کنه شما نه تنها این مورد، بلکه موارد بسیار زیادی وجود داره که به خاطر بی‌کفایتی در هیئت اداری متاسفانه جریان مجلس دوباره بعد از چند روز دوباره به بحث گرفته شده و دوباره مشکل ساز شده. این هم از جمله مواردی که بعد از ترک مجلس هیئت اداری مشخصا باید اعلان بکنه که 150 نفر حاضر، از جمع 150 نفر مثلا 80 نفر به این قانون رای داده و 70 نفر رای مخالف داده. مثلا این وظیفه هیئت اداریه. متاسفانه هیئت اداری اصول وظایف داخلی را امروز از اول تا آخر مراعات نکرده. مکتوب در هر حالت باید خوانده میشد. هیئت اداری وظیفه داشت که مکتوب را چه موافق نظر کسی بود یا مخالف نظر کسی، این به هیئت اداری ربط نمیگیره. به هیئت اداری این ربط میگیره که یک قانون اختلافی شده و به خاطر که موضوع سرش روشنی انداخته شده و این مواد راجع ساخته شده به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به خاطر راجع ساختن مواد قانون، این قانون از آجندای مجلس به طور موقت خارج شده. بنابراین وقتی که دوباره بحث قانون میآید، اولین اقدام، اولین وظیفه که روی دوش هیئت اداری قرار داره، اونم مرجع سوال کننده را پاسخ شده به مجلس بگوید. حالا مثلا یکی از استدلالی که اینجا خانم رضایی وجود داره به خاطر اینکه قبلا روی اینمی موردی که شدیداً اختلافزا بود رای گیری صورت گرفت و هیئت اداری هم خیلی دلچسب نبود برای اینکه این مورد دوباره از آدرس هم کمیسیون یک بار دیگر به خوانش میگرفتن، چون رای گیری صورت گرفته بود برای اینکه عدم درج قومیت در شناسنامه برقی. میخوایم روی درج قومیت بیایم. درسته که شاید در کشورهای دیگه نام اقوام ذکر نشده باشه، اما من میخوام این استدلال کنم که افغانستان از یک پروسه بسیار طولانی بحران گذشته. افغانستان بعد از یک جنگ داخلی، بعد از یک مشکلات خانمان سوزی که در درون افغانستان متاسفانه وجود داشت، این باعث ازی شد که اعتمادها بشکنه، یک تعداد کسا خود تحقیر شده احساس کنه. سیر تاریخی طولانی که متاسفانه باعث ازی شده که جنجال ها و کشمکش در افغانستان جریان داشته باشه، اینی همه ای مسائل باعث ازی شده که هر کس علاقمند باشه که حضور خود به عنوان یک شهروند دارای حقوق برابر در این مملکت احساس کنه. به همین دلیل هم بوده که قانونگذاران قانون اساسی افغانستان که لوی جرگه قانون اساسی افغانستان بوده، با آگاهی تمام و با درک شرایط موجود در افغانستان، نام 14 قوم را در افغانستان در قانون اساسی به صراحت ذکر کرده و حتی در سرود ملی افغانستان از این اقوام تذکر به عمل آمده. اینا مشخصا با درج مشخصاً افغان و افغانیت در می شناسنامه های برقی ما هویت که لازم است باید داشته باشیم و حضور خود در جامعه نخواهد پیدا کردیم. نه، ما نمیخوایم به اون شکل بگوییم که با این عنوان نمیتونیم پیدا کنیم. با این عنوان، یعنی وقتی نام اقوام در تذکره در تذکره تابعیت ذکر میشه، تذکره تابعیت در حقیقت یک شناسنامه ایه که میشناسانه که این فرد متعلق به کشور به نام افغانستانه. اینانی دینی تذکره تابعیت، قانونگذاران قانون اساسی کسانی کمتر از ما نبودن که نفهمن چیز را. شما دیدین تذکر نام اقوام در قانون اساسی افغانستان باعث ازی شد که وحدت ملی نیمه بند در افغانستان به وجود بیاید. ما از یک جنگ
طولانی داخلی عبور کردیم. بعد از عبور کردن از یک جنگ داخلی نوبت به قانون اساسی جدید آمد. قانون اساسی جدید سبب شد که امروز اقوام مختلف، افکار مختلف با اندیشه ها و ختمش سیاسی مختلف در کنار هم در داخل پارلمان، در درون کابینه، در نهادهای جامعه مدنی حضور داشته باشه. یعنی من فکر نمی‌کنم یک غنیمت بسیار بزرگ، یک گپ بسیار کلان بود که نام اقوام در حقیقت یک اعتماد را در اقوام مختلف به وجود آورد که همه شهروند این مملکت و باعث از این شد که دیدگاه هایی که در به اعتمادی هایی که در دوران جنگ داخلی به وجود آمده بود، مشکلات تاریخی که در گذشته وجود داشته بود، همگی در این مرحله آمد روی یک مسئله توافق شد. به همین دلیل بود که در سرود ملی ذکر شد و در قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی افغانستان تذکر شد. از این جهت من فکر نم این زیاد یعنی جنجال برانگیز نبود، ولی در هر حالت میخوام اینو تاکید کنم اگر این ماده واقعا اختلاف وجود نداشت روی قانون، پس چطور هیئت اداری به عنوان کسانی که از مصوبه مجلس باید حمایت کنه ایر فرستاد به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی؟ وقتی به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی فرستاده شد، چطور هیئت اداری به خود چانس نداد، به خود می وظیفه را احساس نکرد که مکتوب را بخونه؟ مکتوب موافق نظر یا مخالف نظر مهم نیست، مهم اینه که به خاطر یک اختلاف یک موضوع راجع ساخته شده، جواب مرجع پاسخ دهنده باید روشن باشه. سپاسگزارم خانم ارشاد. حرفایی که خانم رضایی همچنان انوار کردن که افغانستان کشور است که پس از یک بحران متداوم دوباره توانستن یک آرامی نسبی را پیدا کنه و حداقل یک غنیمت نسبی است که اقوام مختلفی که در اینجا خود دور افتاده از مو جامعه‌ای که باید باشن می‌بینن، با درج اینمی قومیت یک بار دیگر هویت بخشی میشن و یا میتونن خود پیدا کنن و 14 قومی که در افغانستان است یک بار دیگر میتونن هویت زونا زنده شود. و اگر چنین چیز بوده، چرا مجلس امی مصوبه که خودشان قرار است تصویب کنه ویرو با کمیسیون چرا فرستادن که باز به خانش هم نگرفتن؟ ببینین اگر کوتاه بگین کوتاه میگم ان شاء الله برتون. ما برتون بازم تکرار میگم که بار قبلی وقتی که یک ما قبل روی این ماده رای گیری شد، اکثریت رای دادن که تنها افغان به هیچ نام ملیت ذکر نشه. بعد که چرا فرستاده شد که رعایت اداری نبود، 50 نفر امضا جمع کرد و باید گفتم که دمو وقت وقتی که گفتن افغان باشم، من هم کارت سبز بلند کرده بودم و بعض از دوستای ازبک من مدام مورد انتقاد قرار داد، گفت تو چرا نخواستی که ملیت ما داری تذکره بیا و کارت سبز بلند کردی؟ گفتم خب مشکل چی بود؟ گفت ما میخوایم تعداد ما معلوم شه. خب بر صورت تفسیر کنا داشتن از این موضوع. دمی 50 نفر امضای که جمع میکردن، من هم امضا کردم در پالی برادرای ازبک خود که اونا خواستن که 50 نفر امضا جمع کنن و از هیئت اداری بخواین که به تاخیر پرتن و موضوع بره به کمیسیون. امروز وقتی که امی مکتوب آمده بود، درست از حرف خانم رضایی که باید اول مکتوب خوانده میشد، چی به فایده بود چی به نقص بود، به فایده هر کسی که بود مکتوب باید خوانده میشد. این که چرا نشد، امو دقیقه شاید از پیش ما مس شده باشه که یا مکتوب نا وقت رسیده یا یک حالت بحران بوده که موقع مساعد نشده که مکتوب خوانده شود. این اگه باز اگر لطف کنین از هیئت اداری مخصوصا از سلجوقی سپرسان کنین، برای اینکه من یادم است که امروز صدا میکرد و اتفاقا من امروز داخل مجلس نبودم، در جایی که ژورنالیست ها میشنن، چون یک هیئت ژورنالیست از خارج از کشور آمده بودم رای زنا بودم، من از اونجا میدیدم مجلس، در داخل تالار حضور نداشتم. از اونجا من چندین دفعه صدای سلجوقی سر بشنیم که یک دفعه اجازه بدین که من این مکتوب به خانش بگیرم، یک دفعه اجازه بدین که من مکتوب به خانش. حالا خانم ارشاد، مشخصا درج قومیت به گونه در شناسنامه های برقی هویت بخشیدن به اقوامی است که دور از این اجتماع زندگی میکنن یا خیر؟ به نظر من نمیتونم که مستقیم بگم که هویت بخشیدن. من الحمدلله ایمان دارم که تمام اقوام این هویت خود داره و هیچ وقت تو نشده که کسی انکار کرده باشه که قوم مثلا به نام گجر در افغانستان زندگی نمیکنه. هست قوم گجر در افغانستان است، ما بخوایم نخوایم، قرغز از قزاق است، بخوایم نخوایم، حتی که در قانون اساسی نامده از قوم قرغز یادآوری نشده، اما امروز شما اگر شاخه های پامیر بدین 5000 فامیل قوم قرغز اونجا زندگی میکنه. این به این معنی نیست که اونا هویت خود ندارن، اما یک چیزی که من واقعا موافقش هستم که اگر ملیت باشه در تذکره صرف تعداد معلوم شوه. امروز ما میبینیم در حالت هرج و مرج زندگی میکنیم، هر قوم میگه ما اکثریت هستیم. حتی ما اینطور هم شنیدیم و ایده به بسیار جرات هم میخوایم بگم که بعضی ها میگن که می پشتون ها یک عمر که رئیس جمهور داشتن، این همی اکثریت نیستن، این همی اقلیت هستن، بیاییم که معلوم کنیم که این همی اکثریت هستن. به این خاطر من موافق هستم که بروی به اساس قومیت تقسیم بندی وقتی که شده تعدادش را مشخص شد. سپاسگزارم خانم روزایی. اگر کوتاه بگین، وقت هم خیلی کم است. با اینکه در شناسنامه های برقی افغان ذکر شود، ما همچنان هویت ما پاورجاست و حفظ خواهد شد و ایده
موافقین از اینمی روند معتقد هستند که به قوم ای به گونه ای دامن زدن به مسائل قومی است و ایده هم میگن که اگر این قومیت ذکر نشود هویت زدایی خواهد بود. عقیده شما چیست؟ من پیشترم تشریح کردم که قانون اساسی افغانستان اقوام را به رسمیت شناخته. قانون اساسی در مطابقت با نیازمندی شرایط فعلی افغانستان با توجه به بحرانات دهه‌های گذشته شکل گرفت. قانون اساسی افغانستان برعکس قانون اساسی جدیدی که به وجود آمد زمینه تفریقی قومی را نه بلکه برعکس گذشته ها زمینه اتحاد نسبی را میان مردم افغانستان به وجود آورد که امروز همگی وقتی طالب بحث قطر مطرح شد شما دیدین که تمام اقوام افغانستان استاد شد چی چیز را مشترک میدانه، جدا از خاک مشترک، جدا از تمامیت ارضی مشترک، قانون اساسی مشترک زمینه شد که اتحاد نسبی میان اقوام افغانستان به وجود بیاره. بنابراین وقتی همین زمینه ذکر نام اقوام در قانون اساسی افغانستان اعتماد را فراهم ساخت که گویا اینجا همگی به عنوان حقوق برابر دارای حقوق برابر شهروندی در افغانستان زندگی داریم و دارای هویت تاریخی مشترک هستیم، بنابراین وقتی در قانون اساسی پذیرفته شد، در سرود ملی افغانستان پذیرفته شد، چرا نپذیریم در تذکره وقتی که می نگرانی به وجود میاد، وقتی که باعث از این میشه که تشنج در مجلس به وجود بیاد؟ خب توجیه که او دوست از دوستای و نماینده های محترمی که دارن این است که به گونه دامن زدن مسائل قومی است. ما پیشترم تذکر دادم که نه تنها این وحدت ملی خدشه‌دار نمی‌سازه. وحدت ملی از کجا به وجود میاد؟ وحدت ملی مؤلفه وحدت ملی عدالت اجتماعی یکی از مؤلفه هایش، یکی از مؤلفه های وحدت ملی یا اتحاد یا ملت شدن در یک جغرافیا چیه؟ این که همگی خود احساس کنه که در یک مملکت با تمام آنچه که حضور دارن این حضور پذیرفته شده. قانون اساسی هم من پیشتر تاکید کردم که قانون گذاران قانون اساسی بسیار دقیق و بسیار خوب سنجیدن، به او خاطر قانون را آوردن و شما دیدین که در جریان 12 سال گذشته ذکر نام اقوام در قانون اساسی تفریق قومی را دامن نزد بلکه منجر شد به ایجاد وحدت نسبی ملی در افغانستان. سپاسگزارم خانم ارشاد. اگر خیلی کوتاه بگین وقت بسیار کم است که بالاخره راه حل منطقی بر از این که یک بار دیگر این قانون تصویب شده ولی یک کشمکش های در درون مجلس هنوز هم پا برجاست، راه حل منطقی چی است؟ اگر فقط و فقط برگشت به آرشیف، یک بار باید معلوم شود که کسی که رای داده اکثریت بوده یا نبوده. هیچ وقت بازم میگم که صرف به فیصله رئیس مجلس یک قانون تصویب نمیشه و او نمیتونیم ما بگیم که این قانون شده که موضوع ختم است. انشالله تا فردا یا پس فردا در جلسه عمومی حتما این موضوع اعلام خواهد شد، حتی فکر میکنم فردا شاید. سپاسگزارم از تشریف آوری مهمانان عزیز و شما بیننده هایی که آماج را دنبال کردید. پایان و تحلیل دیدگاه، تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.